سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به زندگی خانم جمیله شیخی، بازیگر قدیمی و محبوب سینما، تلویزیون و تئاتر پرداختیم. پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. جمیله شیخی، متولد 9 اردیبهشت 1309 در زنجان، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایرانیه. تا مقطع دیپلم تحصیل کرده و توی سال 1336 وارد تئاتر شد. بعدش بازی توی تلویزیون ملی قبل از انقلاب رو تجربه کرد و بعد از انقلاب هم با سریال پدر سالار مشهورتر شد. با تشویق پدر و مادرش فعالیت‌های خودش رو از نمایش‌های مدرسه شروع کرد. اما به صورت فی سال 36 وقتی 27 ساله بود زیر نظر شاهین سرکیسیان و دکتر مهدی فروغ از تالار فارابی یا همون هنرهای زیبای قدیم شروع کرد. توی این سال با نمایش پدر اثر استریندبرگ اولین بار بازی در روی صحنه رو تجربه کرد تا اینکه به استخدام رسمی اداره تئاتر ملی در اومد. توی اداره تئاتر با کمک افرادی مثل حمید سمندریان، محمد علی کشاورز، عزت الله انتظامی و جعفر والی گروه جدیدی تأسیس کردند. فعالیت مستمر و نمایش‌های با کیفیت اون گروه باعث آشتی دوباره مردم با تئاتر ملی شد. توی سال 1339 وقتی که 30 ساله بود با تئاتر خودکشی به کارگردانی علی نصیریان خیلی کوتاه وارد قاب تلویزیون ملی شاهنشاهی شد. توی سال 54 با فیلم خانه خراب نصرت کریمی وارد سینما شد. خانم شیخی توی سال 43 به عنوان کارگردان نمایش قلب سرگشته رو برای تلویزیون ساخت و توی سال 50 هم کارگردان نمایش محکوم به اعدام بود. سال 56 اولین تجربه تلویزیونی خودش رو با سریالی به نام لحظه به دست آورد. اما عمده فعالیتش تا انقلاب 57 بازی توی تئاتر بود. توی سال 61 با فیلم قرنطینه به عرصه بازیگری برگشت و با سریال طنزآوران سال 64 توی قاب تلویزیون ظاهر شد. اما همیشه تئاتر رو انجام میداد و فراموش نمی‌کرد. از سال 72 وقتی 63 ساله بود با سریال پدر سالار توی نقش مولود، خواهر ملوک بسیار درخشید. بعدش سال 73 بازیگر مهمان سریال همسران بود. جمیله شیخی سال 1335 توی 26 سالگی با آقای هلال پسیانی ازدواج کرد که ثمره اون یک پسر به نام آتیلا پسیانی متولد 10 اردیبهشت 36ه. همسرشون آقای هلال 2 سال بعد از ازدواج توی سال 37 دار فانی رو ودا گفت. خانم شیخی توی سال 45 وقتی 36 ساله بود برای بار دوم با آقای مهدی قریشی معاون دانشکده هنرهای دراماتیک ازدواج کرد. ثمره این ازدواج هم در سال 49 دختری به نام آتوسا قریشی شد که خواهر ناتنی آتیلا پسیانیه. ایشون برای بازی توی فیلم مسافران به کارگردانی بهرام بیضایی توی سال 70 که به یادماندنی ترین نقش سینماییشه سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو دریافت کرد. سال 75 هم برای فیلم لیلا به کارگردانی داریوش مهرجویی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن رو به دست آورد. ایشون گفته دکتر مهدی فروغ از اولین اساتید بازیگریمون ما رو طوری تعلیم داد که به نقش کوچیک و بزرگ اهمیت نمیدادیم. نقش کوچیک هم مال هنرپیشه است. من هیچ وقت با بازی در نقش کوچیک کوچیک نمیشم. من نقش‌های مثبت زیادی بازی کردم اما نمیدونم چرا منو به نقش‌های منفی میشناسن. خب شاید نقش منفی بیشتر توی ذهن مردم باقی میمونه ولی برای من اصلا مهم نیست و فرقی نداره. توی سال 79 سریال پس از باران آخرین حضور تلویزیونی و سال 80 فیلم کاغذ بیخط به کارگردانی ناصر تقوایی آخرین کار سینمایی این بانوی بازیگر بود. در نهایت خانم شیخی روز چهارشنبه 2 خرداد 1380 توی 71 سالگی به خاطر سکته قلبی درگذشت. پیکر ایشون 4 روز بعد تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن شد. آتیلا پسیانی که بعداً جا پای مادر گذاشت در مورد اون میگه مادرم از دور بد اخلاق به نظر میرسید اما فوق العاده قلب مهربون و دوست داشتنی داشت.
فیلم‌های سینمایی که این بانوی هنرمند توی این دوران بلند کاریشون کار کردن: کاغذ بی‌خط سال 80، همسر دلخواه من 79، عینک دودی سال 78، بلوغ سال 77، لیلا سال 75، مسافران سال 70، پرنده کوچک خوشبختی سال 66، قرنطینه سال 61 و خانه خراب در سال 1354 بود و سریال های به یاد ماندنی ایشون پس از باران، مرگ در سکوت، تولدی دیگر، فردا دیر است، خانه ما، دستی بر آتش، همسران، پدر سالار، پاییز صحرا، تنزاوران جهان و لحظه ها نام داشت. مرسی از این که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.